سلام وقتتون بخیر امیدوارم حال و احوال دلتون فاطمی باشه همونطور که مستحضرید ابتدای برنامه ما همراه میشیم با کتاب شریف الخصال اثر گرانسنگ جناب شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه اما امروز حدیثی رو از امام حسن علیه السلام که از مادر بزرگوارشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روایت کردند میخوام حضورتون عرض بکنم که حضرت زهرا سلام الله علیها هم از پدر بزرگوارشون رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردند و فرمودند دلبستگی به دنیا بر پریشانی و اندوه افزاید و دل نبستن به دنیا دل و تن را آسوده سازد با هم صحبت های زیادی در این خصوص خواهیم داشت خواهش می ما رو تا انتهای این قسمت از برنامه بربال و ملائک همراهی و دنبال کنید امیدوارم که عاقبت هامون ختم به خیر بشه اوقاتتون خوش باز هنگام نماز آمده است موقع راز و نیاز آمده است گوش کن میشه نبی بانگ از آن انعکاسه خوش آهنگ از آهنگ از, آهنگ از, آهنگ از آهنگ. مهربان داور ما منتظر است مونس یاور ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا به سپاریم دمی به خدا به سپاریم دمی دل به خدا خوانا بهترین کار تو را می‌خواد بهترین کار تو را می‌خواد بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایی یکی شما بینندگان و مخاطبین عزیز و ارجمند و فرهیخته برنامه از آنگاهی بر ملائک اجازه بدید در همین ابتدای برنامه سال روز شهادت ام اویها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ابتداعا محضر حضرت حجت ابن الحسن الاسگری اجلال الله تعالی فرجه الشریف و همچنین حضور شما موالیان اون حضرت تسلیت و تعذیت عرض بکنم البته وفات حضرت عبدالله ابن عبدالمطلب پدر بزرگوار حضرت رسول اکرم رو هم تسلیت میگم و از خداوند متعال میخوام که از شیعیان پیروان و موالیان خوب و حقیقی و واقعی حضرات معصومین سلام الله علیهم این باشیم برنامه بربال ملائک ان الله امروز هم تا از آن هنگام ادامه داره اینجا استودیوی برنامه بربال ملائک بنده هم سجاد اکبری تا لحظات منتهی به اذان ظهر به افق کربلای معلا ما مهمان منازل گرم شما هستیم به شرط بقای عمر و حیات و صحت خواهش مندم ما رو تا انتهای این قسمت از برنامه بربال ملائک همراهی و دنبال بفرمایید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن صدق الله العلی خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون برنامه از آنگاهی بر بال ملائک رو تماشا و مشاهده می کنید. من بار دیگر تسلیت و تعذیت ارز می کنم. سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا دخت نبی اکرم رو و امیدوارم که از شیعیان حقیقی حضرات باشیم خواهش می کنم این اوقات رو از دست ندید هم داریم نزدیک میشیم به اوقات منتهی به اذان و نماز و هم در آستانه سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم یقینا وقت مناسبی است برای بیان کردن خواسته هامون از خداوند متعال و دعا کردن که البته در رأسش باید دعا برای ظهور و فرج باشه اما همونطور که مستحضرید منازل گرم شما عزیزان مزین معطر و منور به زینت و اترو نور آیات نورانی قرآن کریم شد استودیوی بربال ملائک هم به همین شکل اما میخوام الان ترجمه آیات رو تقدیم حضورتون بکنم باشد که رستگار باشیم انشاءالله خداوند متعال میفرماید و کسانی هستند که مسجدی اختیار کردند که باعث زیان زدن و کفر و پراکندگی میان مؤمنان است و نیز کمینگاهی برای کسانی که با خدا و پیامبر او از پیش در جنگ بودند می باشد و اکنون سخت سوگند می خورند که جز نیکی قصدی نداشتیم ولی خدا گواهی می دهد که آنها قطعا دروغگو هستند هرگز در آن مسجد نیست زیرا مسجدی که از روز اول بر تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن نماز کنی در آنجا مردانی هستند که دوست دارند خود را پاک سازند و خدا کسانی را که خاکهان پاکیند دوست می دارد. آیا کسی که بنیاد کار خود را بر پایه تقوا و رضای خدا نهاده بهتر است یا کسی که بنای خود را بر لب پرتگاهی فرو ریختنی نهاده و با آن در آتش دوزخ سرنگون می گردد؟ و خدا گروه ظالمان را هدایت نمی کند. آن بنایی که برافراشتند همواره به صورت شک و نفاقی در دلشان بر جای خواهد ماند مگر اینکه دلهایشان پاره پاره شود و بمیرند و خدا دانای حکیم است همانا خدا از مؤمنان جان و مالشان را به بهای بهشت خریداری کرد آنان در راه خدا میجنگند و میکشند و کشته می شوند این در تورات و انجیل و قرآن وعده حقی بر عهده خداست و چه کسی از خدا به عهد خویش وفادار تر است پس به این معامله ای که با خدا کرده اید شاد باشید و این همان کام یا بیه بزرگ است ان الله که در مسیر هدایت قرار گرفته باشیم و در این مسیر ثابت قدم باشیم برنامه بربار ملائک کماکان ادامه داره خواهش میکنم با ادامه برنامه خودتون همراه و هم قدم باشید. خب خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همچنان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون برنامه از آنگاهی بر ملائک رو تماشا و مشاهده می کنید حدیثی رو در ابتدای برنامه خدمتتون قرائت کردم بار دیگر ارز می که حضرت امام حسن علیه السلام از مادر بزرگبارشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایشون هم از پدر بزرگوارشون حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردند روایت فرمودند که دلبستگی به دنیا بر پریشانی و اندوه افزایت و دلنبستن به دنیا دل و تن را آسوده سازد پیش از این هم در خصوص دلبستن و وابستگی به دنیا با شما عزیزان صحبت کردم اگر دقت کرده باشید هر قدر که بیشتر به دنیا وابسته میشیم وجود ما خطرناکتر میشه یعنی گاهی اوقات امکانش وجود داره که به خاطر اینکه دنیایی رو به دست بیاریم اموالی رو به دست بیاریم به برادر خودمون به خواهر خودمون به پدر و مادرمون به همسرمون به حتی به فرزندانمون خیانت بکنیم و این دور نیست از انسانی که این قدر در این دنیایی که امروز وجود داره ظلم کرده و فاجعه به وجود آورده چقدر خوبه که تلاش بکنیم برای کسب مال حلال که البته در دین ما به کسب مال حلال و کار برای به دست آوردن مال و بینیاز شدن از دیگران خیلی تاکید شده ما باید کار بکنیم و باید عرق بریزیم باید تلاش مضاعف بکنیم برای اینکه فرزندان خودمون رو زن و بچه خودمون رو استداها از دیگران بینیاز بکنیم تا دستمون رو جلوی دیگران علل خصوص جلوی نامرد دراز نکنیم تا اینکه چیزی رو طلب بکنیم نکته دیگری که وجود داره اینه که متاسفانه وابستگی به دنیا باعث میشه که ترس در درون ما جولان بده و خودش رو نشون بده کسی که وابسته هست به دنیا کسی که نمیتونه دل بکنه از تعلقات دنیاوی که اسیرش کردند در این بهبوهه دنیا پرستی و در این اتفاقات ناگواری که هر روز در دنیا رخ میده اونقدر در دریای ترس غرق میشه که میترسه حتی کوچکترین کاری رو انجام بده و شاید حتی خواب راحتی رو هم تجربه نمیکنه چرا چون که میترسه از این که از دنیا بره و این همه مال و اموال رو بخواد ازش صرف نظر بکنه و یک شبه از دستشون بده پس چقدر خوبه که تلاش بکنیم مال حلال کسب بکنیم و به دست بیاریم اما وابسته بهش نشیم که اگر یک موقع اتفاقی هم افتاد بتونیم مجددا روی پای خودمون بیستیم و البته مرگ حق است باید مرگ برامون آسان و آسان تر بشه برنامه بربال ملائک مثل هر روز تا از آن هنگام ادامه داره خواهشمندم از حضور نازنین تک تک شما بینندگان و مخاطبین ارجمند برنامه از آنگاهی بربال ملائک بنده و همکارانم هم رو تا انتهای این قسمت از برنامه هم دنبال و همراهی بفرمایید بخش رو به اتفاق هم ببینیم برگردیم ما در استودیو منتظر این نگاه های نازنین و عزیز شما خواهیم بود بفرمایید خواهش میکنم برای آمدنت گرچه چشم دنیا هست برای آمدنت گرچه چشم دنیا هست به خاک پا مگذاری که دیده ما هست اگرچه باز گذشت و نیامدی امروز دوباره وعده به دل می دهیم فردا هست شنیده ایم که هستی و ما نمی بینیم شنیده ایم که هستی و ما نمی بینیم تو نوری و جلواتت همیشه پیدا هست برای آنکه به زیر قدومت اندازیم هنوز هم سر ناقابلی به تنها هست مگوچ و قطره ای از چشمت مگو چو قطره ای از چشمت میان وسعت قلب تو تا ابد جا هست برای مرهم زخمش اگر چه فاطمه نیست ولی هنوز جراحات قلب مولا هست خدا کند که ببینیم آن دمی را که مدینه هست و تو هستی و قبر زهرا هست ان شاء الله الله یک روزی آقامون قدم به چشمانمون بگذارند و قبر مادرمون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهمون نشون بدن و نمایان کنند مقبره حضرت رو تا بتونیم بعد از این همه عمر بنشینیم در کنار قبر حضرت فاطمه زهرا ام الحسنین ام ابیها سلام الله علیها و حسابی درد و دل کنیم هر جای جهان هستید بینندگان عزیز از هر طریقی به هر شکلی بیننده برنامه خودتون برنامه بربال ملائک هستید خواهش میکنم از حضورتون دستانتون رو به اتفاق بنده حقیر بالا بیارید همه با هم به نیت ظهور به نیت فرج الله عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم حضور یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه بربال ملائک اجازه بدید بار دیگر سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ابتداعا حضور امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف و همچنین خدمت شما عزیزان تسلیت و تعذیت عرض بکنم و از خداوند متعال مسئلت میکنم که انشا الله از شیعیان و پیروان واقعی و حقیقی حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین باشیم اما همونطور که در جریان هستید امروز چهارشنبه است و ما چهارشنبه ها با مبحث دعا درمانی با کارشناس محترم برنامهمون جناب حکیم رضوی قومی همراه میشیم و از حضورشون استفاده میکنیم من امروز بدون اطلاف وقت بنا دارم که منتقل بشم به بحث دعا درمانی و استفاده کنیم از بیانات و مطالب مفید و ارزشمند کارشناس و محترم برنامه سلام علیکم سلام وقتتون به تسلیت و تعذیت عرض میکنم در هستیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و همچنین پیشا پیش عرض تسلیت مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه ها در خدمت شما و ازدان هستیم با ادامه بحث دعا درمانی بله جلسه گذشته رسیدیم به یک فصل جدیدی که مقدمه هم عرض کردیم در مورد بیماری پوست و مو و گفتیم یک سری عباب حالا تو این فصل مطرح میشه و ما عرض میکنیم خدمت عزیزان اولین مورد و بیماری که مطرح میشه این دمل ها و جوش که توی بدن میزن بله خب جوش تو بدن از نظر ما یکی از نعمت های الهیه یعنی خداوند تبارک و سمالا بیماری هایی که ما خودمون از طریق حالا چه تقضیه چه از طریق هوای آلوده وارد بدن ما میشه این آلودگی ها و این بیماری ها خود بدن برای اینکه باش مقابله بکنه از توی خون به مایچا و به گوشت و از اونجا به سطح بدن یواش یواش منتقل میکنه و دفعش میکنه خب اینها وقتی که وارد خون بشن اگر دفع نشن و به قلب یا به یکی از اعضای رئیسه و مهم بدن مثل کبد مثل کلیه برسن ایجاد فساد میکنن لذا این نعمت که این جوش باعث میشه که یک خون یا یک چرک سیاهی از این خارج بشه و این از داخل بدن من به بیرون ریخته بشه موادی که الان موادی که الان بعضی از عزیزان استفاده میکنن برای اینکه بدنشون جوش نزنه یا جلوگیری میکنن از اینکه این جوش خودشون نمایش بده و نمایان بشه و خارج بشه صابون های مختلف نمیدونم بعضی ها لیزر میکنن بعضی ها از کرم های مختلفی استفاده میکنن اینا همه باعث میشه که این بیماری که باید از جا خارج بشه داخل بدن بمونه لذا ما جوش یک نعمت میدونیم و میگیم خیلی هم خوبه اگر بدن کسی جوش زد نشون دهنده اینه که بدن خودش داره با بیماری مقابله میکنه دفع میکنه ولی وقتی که بیش از حد مجاز میشه یعنی آزار دهنده میشه زیبایی طرف از بین میبریم این صورت طرف پر جوش هزار تا جوش رو صورت کمر شخص پر از جوشه گردن خیلی از اوقات دیدید جوشا و های خیلی بزرگ و چرکی میزنه اینها خب بیماریه و این بیماری دیگه به یه غذای بد خوردن نیست که یه غذای بد خوردن بدن این دفعش کرد نه این بدن درست کار انجام نمیده این کبد مشکل داره این معده مشکل رضا باید بریم سراغ دفع و تصحیح اون عضوی که داره مشکل ایجاد میکنه یکی از راه های حالا درمانی که ما بحث دعا هست تو همین دومل ها و جوش ها روایت داریم که شخصی در همسایگی علی ابن مستر زارهی آلا خود و سمازه میگیم خدمت آقا رسید و عرضه داشت آقا من روی گردنم دومل میزنه دومل یه چیزی که بزرگتر از جوشه شاید قد یک فندق مثلا حساب بکنید یا از فندق حتی بزرگتر مهم. و درد بسیار شدیدی هم داره گوه آقا اینا رو گردنم زده و خیلی داره اذیتم هم میکنه حضرت فهموندن بسیار بگو یا رعوف و یا رحیم یا رب و یا سیدی همین چند کلمه بیشتر نیست و میگه که من اونا را گفتم خدا بیماری را از من برد و دیگه این مشکل برای من ایجاد نشد بزرگ مقدس امام صادق علیه السلام بیشتر دمل ها و زخم ها این, این نکته بسیار زیبایی رو حالا ما داریم اهل بیت علیه السلام بعضی از اوقات هم درمان را گفتن هم علت و ریشه یابی کردن این روایت از همون روایت حضرت میفهمند که بیشتر دمل ها و زخم هایی که تو بدن ایجاد میشه به سبب خون گرمی است که در روزهایی که باید خارج میشد صاحبشان رو خارج نکرده این به چی میکنه؟ اشاره به هجامت, هجامت بله. اونم چی تو فصل خودش بیشترین خون گرم یعنی خونی که تولید میشه و اصلا گرمای زیاد با خون زیاد که نشوندن در مال بهاره و بهترین فصل اجامت هم هست حالا شخص خون تو بدن انقدر زیاد شده چون یکی از عوارض خون زیاد در بدن جوشه در بدنه بدن شروع میکنه به جوش زدن چرا؟ چون حجم خون تو بدن زیاده این جوش میزنه سرباز میکنه هی خون خارج میکنه یه مقدار خون, خون ریزی داره بدن خود به خود میخواد نهار دفع کنه لازمش چیه؟ لازمش اینه که من سالی یک بار به گفته اهل بیت سلام حتما در فصل بهار یا در فصل پاییز که این دو فصل فصل حجامت یه بار حجامت بکنم یا فصل مخصوصا در بهار فصل کردن سالی یک بار برای البته به شرایط خودش کسی که کم خونی نداشته باشه مشکل خونی نداشته باشه ضعف عمومی نداشته باشه فصل کردن بسیار میتونه براش موثر باشه حالا حضرت میفهمد که شخصی که در زمان خاص خودش فست و هجامت نکرده و این خون تو بدنش مونده دوچار این دو ها میشه دوچار مشکل پس هر کسی حالا گرفتار شد حالا فصلش نیست بخواد هجامت بکنه میخواد به سبب دعا خودش رو درمان بکنه از فهمونه وقتی که خواست به جایگاه خواب خودش بره این دعا رو بخونه عوض و به وجه الله العظیم و کلمات تامات تا ادامه نزدیک یکونیم خط دو خط ادامه داره حضرت اگه این دعا را بگوید دیگر چیزی رو اذیت نمی کند و از دردها به ازد خدا شفا می میابد روایت قبل که خوندیم در کافی شریف بودیم روایت در طب اهمه و روایت آخری که در این باب دومل ها آورده شده از باز از امام صادق است حضرت فرمود اگر جوشی در بدنت زد انگشت سبابت رو روی آن بذار و در آن بچرخان و هفت بار بگو ام سبابت بذار و حالات چرخش لا اله الا الله الحلیم کریم همین یک مقدار پس از هفتمین بار روی آن یک روغنی بزن با انگوش باز فشار بده حالا مثلا روغن میتونه روغن گل سرخ استفاده بکنن یا روغن بنفشه میتونه استفاده بکنن پایه زیتون یا خود روغن زیتون رو میتونن استفاده بکنن که این ترکیب بین دعا و داروس که حضرت بود لا اله الا الله الحلیم الکریم یا لا اله الا الله الحلیم الکریم روایتش هم در باز بلهم شده در مورد مشکلاتی که توی پوست ایجاد میشه که معمولا تو فصل بهار و تابستان زیاده مخصوصا اشخاصی که روستانشین هستن گزش عشرات بله حالا چه این گزش از طریق مثلا مثل کک و ساس و این چیزهایی که توی روسا بیشتر پیدا میشه یا از طریق پشه یا حیوان پرندهی که توی شهرها هم زیاده و ایجاد مشکل میکنه این اتفاق بیفته در روایت داریم حسین ابن یحیی میگه نوعی کک حالا یا پشه در نسخه دیگه مرا گزید و زیر پوستم رفت این نکته ای که داریم میگه اینجا نشون دهنده اینه که اون حشره که این شخص گزیده از اون انواع حشراتی بوده که با گزیدن خودشون لارو خودشون رو تو بدن اون شخص مقابلشون لونه گذاری میکنن الان هستن و بعضی از مناطق انواع اقسام گزنده هایی هستن حشراتی هستن بله. که وقتی میان میگزن از خون شما استفاده میکنن زیر پوست شما لاروای خودشون رو های خودشون میذارن و اینها یواش یواش تبدیل به لارو میشه بزرگ میشه میشه کرم کرما تبدیل میشن به اون حشره و پوست میخورن میان بیرون پرواز میکنن میرن درست و برای محل زندگیشون میشه اونجا از خون شما تغذیه میکنن خارش عجیب، درد عجیب، قرمزی، سیاهی و حتی یکی از دوستان توی کانادا زندگی میکرد یه عکسی فرستاد میشه گفت تقریبا به اندازه یه نصف عدس یه چیز سیاه رنگی بود بال و همه این چیز هم داشت میگفت من این از زیر پوستم در و چند وقت کل یه از پوست شکمش بود کلا قرمز شده زیر سیاهی میزنه یه بار دیگه انقدر خاروندم بعد دیدم یه چیزی توشه کشیدمش بیرون دیدم این حشره است پس فهمیدم که کلا این قسمت مثل اینکه زیر پوستم پر از حیوانه خود از حشرات دارن تولید مثل میکنن که حالا الان با چه و اینا شروع میکنن درمان کردن ولی حالا تا اینجا آمدیم درمان بگیم سرکه انگوره با پنبه میتونن این سرکه رو بمالن روی محلش و یه گیاهیه یعنی گیاهی که سمقیه به نام آنگوزه یا انقوزه حالا هر دو شو میگن این اگه تو سرکه حل بکنن و بزنن به شدت کشنده است برای تمام حشرات و حشر زیر پوست هم از بین میبره این نحوه استفادهش به چه شکله یعنی تعداد دفعاتی که باید استفاده بکنن هر روز یک یا دو بار باید این کار تکرار بشه امه. چه سرکه خالی باشه چه سرکه با آنگوزه باشه بله و انشالله درمان میشن انشالله از اون طرف اصل سیادون هم بخورم برای سیستم مینی بدنشون که گول بلای سفید بتونم مقابله بکنم بله حاج آقای بدین یک فاصله بگیریم برگردیم به استودیو ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید بخش رو به اتفاق هم ببینیم برگردیم ما همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود بفرمایید خواهش میکنم بسیار ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده میکنید بدون اطلاف وقت همراه میشم با جناب حکیم رضوی قومی و از بیانات ارزشمندشون در ادامه مباحث استفاده میکنم حاجا در خدمتتون است سلام خب ارزمون در مورد حشرات <تصفح> و گزش هایی بود که تو بدن ایجاد خلل میکنن یک روایت هم بیشتر من ندیدم این روایت بود و حضرت فرمودن که حالا راوی گفت رفته زیر پوستم درد بسیاری داشتم به خاطر این گزش و این چیزهایی که زیر پوستم بود به امام صادق السلام شکایت بردم حضرت فرمود دست از را بر جایی که درد دارد بگذار و بمال یعنی حرکتش بده بعد از نماز صبح دست از را بر پیشانی و محل سجده بگذار و بگو بسم الله و بالله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سپس دستت را بردار بر جایی که درد دارد قرار بده و هفت بار بگو یعنی دست بذار رو محل گزش و درد بگو اشف یا شافی لا شفاء لا شفاء اوک لا یقادر رو تا ادامه نزدیکی خط دو خط روایت ادامه پیدا میکنه که روایت در کافیه مرحوم کلینی در کافی جله 2 بله صفحه 567 اونجا نقل کرده مورد بعدی و بیماری بعدی بحث زیگیله زیگیل خب یک گوشت زائدیه که تو بدن رشد میکنه و اگر تو صورت باشه یا تو گردن باشه جایی که مشخصه و دیده میشه اینجا ناراحتی میکنه برای شخص به دلیل اینکه زیباییش از دست داده و خب تو زیبایی تاثیر میذاره زیبایی رو از بین میبره جای دیگه بدن مثل اندام تناسلی معمولاً زیگیل تناسلی داریم که الان هم متاسفانه خیلی زیاد شده مراجعه خیلی زیاده ذات این بیماری یک بیماریه که در خون انسانه لذا درمان ظاهریش مثل فریز کردن و مثل سوزوندن و اینها خیلی از اوقات برمیگرده چون در خون وجود داره با گردش خون هر جایی که حالا جنسش باشه مثلا بتونه بروز بکنه اون بروز میکنه بله. و ایجاد مشکل میکنه به زاخر ازش خواست دیدن رفتن مثلا فریز کردن رفتن سوزوندن و بعد از مدتی دوباره برگشته در این روایت یه راهکاری رو حضرت مسلمین میفرمان از امام رضا علیه السلام که این ولی نعمت ما این بزرگوار راهکاری میدن من خیلی یاره دیدم احساس رضایت کردن از این روایت یعنی بردن استفاده کردن عمل کردن طبق این روایت و اومدن گفتن که آقا مثلا من صورتم گردنم بدنم مشکل داشتم رفت شد الحمدلله خیلی مثلا خوب بود خدا خیرتون بده این روایت استفاده کردیم حالا من روایت رو میخونم هم یک روایت هم برای درمانش البته در درمان دعایی این روایت ما بیشتر ندیدم شاید حالا روات دیگه کسی دیگه هم بتونه پیدا بکنه ولی اون چیزی که من دیدم اینجا آوردم علی ابن نومان میگه که به امام رضا علیه السلام عرض داشتم آقا فدای شما بشم زیگل های بسیاری در بدنم دارم باعث ناراحتی من شده از شما میخواهم چیزی به من یاد بدهید برای رفع آن مفید باشه از فهمید برای هر کدام از آنها برای هر یه دونش خب گوش کنید بله هفت دانه جو بگیر هفت دانه جو برای هر دونه دونه کدام جو برای هر زیگیل. مثلا یه زیگیل روی گردنش داره هفت یه هفت دونه برای این زیگیل بگیر بر هر کدام یعنی بر هر یه دونه از این دونه های جو که هفت دونه بود هفت بار این دعا رو بخوان یعنی دعا چند بار باید خونده شه؟ چلو نه بار 49 بار این دعا باید خونده بشه هفتا دانه جو داریم هر دونش هفت بار این دعا خونده میشه ازا واقع الواقع البته سوره واقع است آیه یک تا شیش خونده میشه این کلمات سوره واقع است ازا واقع تل تا آیه شیشم خونده میشه و حضرت فهمدن آیه مبارکه بعدی که سوره تاها آیه 105 تا 107 این دوتا پشت سر هم باید خونده بشه بسم الله نداره این خوب عزیزان دقت بکنن در مواردی که حضرات این آیات قرآن رو ما سفارش میکنن ما به احتنام آیه قرآن بسم الله میگیم ولی بسم الله خودش یکی از آیات قرآنه درست؟ بله. ما حق نداریم بسم الله رو وارد ذکر بکنیم یا وارد اون دعای که احلی بدن این سلام به ما سفارش کردن و محصوره به ما گفتن آقا این پنج آیه را بخوان برای حاجتت یا این پنج آیه را ده بار بخوان شما بسم الله که اضافه بکنی در حقیقت ده تا بسم الله ده تا هم اضافه خوندی و این اضافه خوندن درست نیست اضافه وقت الواقعه تا آیه شیش و آیه صد و تا صد و هفت و جبال الجبال سوره تاها این دو تا آیه حاج آقا ای رادی نداره قبل از می‌کنی هر لفظی که اضافه بشه چه میخواد بسم الله باشه چه عوض بالله باشه چه آخرش بخواد طرف یا خب صدق الله و مثلا یه سوره رو گفتیم کامل بخونه بله. بسم الله جزء سوره است مثلا قل هو الله بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العلی العظیم صدق الله جزء آیه نیست به شما از, از اونجا که توی قرآن اومده که هر موقع خواستید قرآن بخونید نه نه. فستح... هر موقع خواستید قرآن بخونید قرآن رو با این دعا شروع کنید با این دعا تمام کنید اعوذ بالله اولش بگید بسم الله بگید آخری صدق الله العلی العظیم بگید صدق الله الرسول بگید هر چی که میخواید بگین اینها مستحباتیه که برای قرائت قرآنه اه. وقتی که ما داریم به عنوان یک دعا برای یک تأثیر خاص از این دعا استفاده میکنیم میدونید مثل چی میمونه الان شاید قدیم خیلی درکش برای مردم واضح نبود ولی الان با یه مثال ساده ما میتونیم الفاظ دعا رو کامل مثلا چیکار کنیم واکاوی کنیم و نشون بدیم که آقا دعا لفظش لفظ خاصی الان یه سیستم های صوتی هست که رو گوشی اومده حالا قدیم یه مقداری مثلا اینجور نبود در دسترس همه باشه مثلا روی یک سیستم امنیتی خاصی میذاشتن صوت با یک کلام مثلا قفل باز میشد گوشی الان مثلا با یک کلام قفلش باز میشه یا زنگ میزنه به کسی حالا شما مثلا شخصی رو سیف کردی تو گوشیت میخوای به زنگ بزنی مثلا محمد رجبی میگه خب زشتی که همش میگم محمد میگم آقا محمد هر چی بگو آقا محمد زنگ نمیخوره اصلا باز نمیشه میگه آقا شما محمد سیف کردی اینو و اسمشو گفتی محمد حالا وقتی که میخوای بازش کنی بگو آقا به نشان احترام زشته کسی اسم کسی رو همینطور بره من باید بهش بگم آقا محمد یا نه سیده بهش بگم سید محمد یا من میخواستم این لفظ رو بگم حالا یه چیزی بهش اضافه کنم خب این قبول نمیکنه این سیستم تو عالم هستی این لفظ میخواد یه قفل رو برا ما باز کنه بله میخواد یه گره باز بکنه اگر قرار باشه من توش تغییر بدم به دیدگاه خودم خود امام صادق علیه السلام بلد بود بگی که اگه خواستی بگی بگو بسم الله الرحمن الرحیم ازا وقعت الواقع خود حضرت بلد بود که بگی اگر خواستی اینو بگی تمام شد انتهاش بگو صدق الله العلی و لازم لذا اضافه کردن عوض بالله بسم الله صدق الله هر چی که شما فکرشو بکنید باعث اختلال در عمل کرده به. اون دعا میشه و جایز هم نیست حضرت اینا رو کن به این دونه ها بدم پس هفت وار به این هفت دونه گندم به هر جدا جدا آنگاه دانه ها را بگیر هر یک را بر روی اون زگیل میمالی سپس همه را توی یک پارچه جدیدی یعنی نه اینکه مثلا پارچه کهنه ای که قبلا لباس بوده حالا پاره کردن قاب دستمالش کردن بیان تو اون بریزن یه پارچه نوعی که ازش استفاده نشده مثل تیکه پارچه هایی که اضافه اومده و با سنگی آن را ببند یعنی سنگم توش بذار پارچه رو در جای تاریکی آویزان کن علی ابن نومان میگه گفت این دستور رو عمل کردم روز هفتم نگذشته بود چیزی باقی نماند تمام اینها از بین رفت و مثل کف دستم صاف شده بود خوب است این کار را در آخر ماه انجام بدهید یعنی اون انرژی هایی که از کیهان ها و از سیارات دیگه مثل ماه روی زمین هست موثر یعنی ماه در هیچ جای زمین و پیدا باید. نیست وقتی ماه اصلا پیدا نیست از اون شب این کار رو انجام میدید و توی جای تاریک مثل پستوی مثل مثلا آبنباری حالا قدیمات تو آبنبار اینا میشد این کار کرد جایی که مثلا مثل انباری درش باز نمیشه این آویزان کرد میگه تو هفت روز من تمام مشکل برطرف شد و من هم تجربهش زیاد دیدم یعنی مراجعه کردم و گفتن ما این کار انجام دادیم مشکل برطرف شده حاج به چی مربوط میشه که این گونه میشه؟ آیا به اجنه مربوط میشه؟ این نحوه درمان هایی که ما داریم عرض میکنیم اینها بحث های انرژیه بله اصلا ربطی به مزرع طبیعی و عادی نداره بله این که بخوایم بگیم از اون عرض کردیم همون ابتدا که زیگل هایی در بدن وشت میکنه معمولا نشعتش ای یک ویروسه ام. این هم توی خونه ولی اصلا وادی دعا کاری به منشأ نداره بله ما اون بالا مثلا در مورد دومل ها عرض کردیم منشأش مثلا عفونت توی خونه کسیفی خونه که از این فرق اگه هجامت میکردی نمیشد. ولی از این این دعا رو بخون اه. و اصلا وادی یک وادی دیگه است درمان یک بحث دیگه است بحث اعتقادی خودمونه عقاید خودمونه و اینها باید بین خودمون هم بمونه و درمان برای خود درسته تو تمام عالم مؤثره تو تمام عالم تاثیر میتونن بذارن هر کسی حتی معتقد هم نباشه روش تاثیر خواهد گذاشت ولی خیلی ها جنبه ندارن باعث تمسخر شاید بشه لزا بین خودمون باید بمونه و برای خودمونم درمان و انشالله کمک میکنه شیعه ها نمیرن مومنی حالا تو این اوضاعی که الان دارو نیست و درمان نیست و گرونی هست و اینا با همین دعاها هم دعا خودشون رو درمان میکنن و مشکلاتشون رو برطرف کنن الله خیلی ممنونم حاج ممنونم از زحمتتون و ممنون مشکرم از شما عزیزان که تا این لحظه لحظات پایانی این قسمت از برنامه بربال ملائک بیننده ما بودید در این لحظات زیبا و حساس که به مناجات با پروردگار خودتون مینشینید، بنده و همکارانم و کارشناسان و محترم برنامه رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید فردا برادر عزیزم سید معین سید آشور در خدمتون خواهد بود خواهش میکنم هر روز برنامه بربار ملائک رو پی بگیرید و دنبال کنید چرا که دوست داریم با شما عزیزان همیشه هم صحبت و هماهنگ و هم قدم باشید تا قسمت دیگر از برنامه بربار ملائک و عرض سلام و ادب و ارادتی دیگر شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم یا علی مدن.